در پی تشدید بحران در خاور نزدیک گزارش ها از بالا رفتن اقدامات اسلام حراسانه در فرانسه حکایت دارد در فرانسه یهودی ستیزی جرم شده ولی اهانت و تعرض به اسلام و مسلمانان جرم انگاری نشده است به گزارش همکارم علی اکبری در این زمینه توجه بفرمایید سایت خبری انگلیسی زبان موروکو نیوز که یک سایت خبری مربوط به مراکشی های مقیم است در گزارشی به قلم خبرنگار خود صفا کسروی به افزایش اقدامات اسلام هراسان در فرانسه پرداخته است در پی عملیات هفتم اکتبر حماس و تشدید بحران در خاور نزدیک گزارش ها حکایت از تشدید و افزایش اقدامات اسلام حراسانه نسبت به مسلمانان و مساجد ایشان در شهرهای مختلف فرانسه دارد به گزارش این منبع گرافیتیهای تهدیدآمیز بر روی دیوارهای چند مسجد گزارش شده که مسلمانان را به ترک از فرانسه فرا میخواند این دیوار نویسی ها بعضا با صلیب دوبل که نماد راست افراطی مهاجر ستیز در فرانسه است همراه بوده است بعضی از این گرافیتی ها بر روی دیوار مساجد در جنوب فرانسه چنین است یا چمدان های خودتان را ببندید یا شما را در تابوت خواهیم کرد و در گرافیتی دیگری روی دیوار مسجدی نوشته شده است فرانسه فقط متعلق به فرانسوی هاست دولت فرانسه در پی حوادث پس از هفتم اکتبر آمار یهودی ستیزی در فرانسه را بیش از 1159 مورد ذکر کرده است حالا که به آمار اسلام ستیزی و تعرض به تهدید زنان محجبه و مردان با پوشش عربی اسلامی اشاره نمی شود. روز یکشنبه گذشته مصادف با دوازدهم نوامبر راهپیمایی اعتراض به یهودی ستیزی در سرتاسر سر فرانسه با حمایت رسانه های فرانسوی به راه افتاد اما رسانه های غربی و ویژه فرانسوی نسبت به اسلام ستیزی و اسلام حراسی سکوت پیشه کردند و این در حالی است که بسیاری از اعتراضات به کشتار مردم غیر نظامی غزه توسط ارتش اسرائیل را یهودی ستیزی برداشت میکنند یک روزنامه نگار فرانسوی به شبکه ی بی اف ام تیوی گفته است که رسانه های فرانسه شعار مذهبی الله اکبر را یک شعار ممنوع مخصوص تروریست ها جا زدهاند. حالا که بیش از پنج میلیون مسلمان فرانسوی روزانه بیش از پنج مرتبه در عبادت خود آن را به زبان می آورن. و این یکی از آزارهایی است که ما به روزانه به میلیون ها مسلمان وارد کردیم. در فرانسه برای آنچه یهودی ستیزی تلقی می جرم انگاری شده اما برای اسلام حرسی و اسلام ستیزی و تعرض به مساجد و زنان و مردان مسلمان کوچکترین تعریف حقوقی و قضایی در نظر گرفته نشده است. ها و اتحادیه های مساجد و مراکز اسلامی فرانسه از فقدان امنیت لازم شکایت کرده و از پلیس فرانسه تقاضا کردند که برای مراسم ایشان به ویژه نماز جمعه ها یک اکیپ پلیس استقرار داشته باشد که پلیس به این تقاضا پاسخ مثبت یا منفی نداده است. لازم به ذکر است که جلوی تمام کنیسه ها در فرانسه به صورت دائمی یک اکیپ پلیس استقرار دارد و در هنگام برپایی مراسم مذهبی شنبه ها در کنیسه ها این اکیپ ها با افزایش پرسنل تقویت می شوند